جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر کانال سوئز رو در 26 جولای 1956 ملی میکنه، بی خبر از این که به زودی سونامی واکنش ابرقدرت‌ها بر علیهش اتفاق میفته. جهان عرب از این اقدام اون خوشحال و هیجان زده، اما بیخ گوش سوئز، سه کشور به صورت مخفیانه دور یه میز جمع شدن تا به مصر و عرب ثابت کنن که این نقطه استراتژیک جای این جور بازی ها نیست. چی بهتر از این که شما جو پادکست رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردین؟ سلام، من محسنم و اینجا کانال خودتون جو پادکسته. ما توی برنامه قبل دیدیم که چطور ناصر کنترل سوئز رو به دست گرفت و بریتانیا به چه شکلی در سال 1956 از این منطقه خارج شد. درسته، ما شاهد میل ناصر برای تبدیل شدن به ابرقدرت منطقه‌ای برای رهبری جهان عرب در برابر امپریالیسم غربی بودیم و خیلی ها دارن اقدامات اخیر اونو با توسعه طلبی هیتلر در دهه 1930 مقایسه میکنن. آنتونی ادن: ملی شدن کانال سوئز و تهدیدی وجودی برای امپراتوری بریتانیا میدونه و میگه اگه نفت خاورمیانه برای یک یا دو سال از ما دریغ بشه، ذخایر طلای ما از بین میره و اگه ذخایر طلای ما از بین بره، منطقه استرلینگ متلاشی میشه. حالا این منطقه استرلینگ چیه؟ یه توضیح کوتاهی در موردش میدم تا ببینیم چه اهمیتی داره. الانو میبینید که ارز رایج دنیا دلاره. یه روزی پیش از جنگ جهانی اول ارز رایج دنیا پوند استرلینگ بریتانیا بوده. از سال 1931 بریتانیا استاندارد طلا رو به عنوان پشتوانه مالی امپراتوری خودش میذاره کنار و خیلی از کشورها که ارز خودشونو به طلا متصل کرده بودن، به جای طلا متصل میشن به استرلینگ. اینطوریه که یه منطقه‌ای بین کشورهای تحت نظر امپراتوری بریتانیا ایجاد میشه که به بلوک استرلینگ و یا منطقه استرلینگ معروفه و بعد از جنگ جهانی دوم و در دوران جنگ سرد بین امریکا و شوروی هم این منطقه تلاش میکنه تا موقعیت ابرقدرتی به اسم بریتانیا رو حفظ کنه. در واقع آنتونی ادن داره در مورد از بین رفتن این منطقه یا بلوک حساس حرف میزنه. پس واضحه که ماجرا برای بریتانیا خیلی حیاتیه. اون در ادامه حرفاش میگه اگه منطقه استرلینگ متلاشی بشه و ما هیچ ذخیره‌ای نداشته باشیم، نمیتونیم نیرویی رو در آلمان یا در واقع در هر جای دیگه‌ای حفظ کنیم. من شک دارم که بتونیم حداقل هزینه دفاع خودمون رو بپردازیم و کشوری که نمیتونه دفاع خودش رو تأمین و تضمین کنه به پایان خط رسیده. فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده در تاریخ 31 جولای برای بحث در مورد یه اقدام دست جمعی با هم دیگه دیدار میکنن. انگلیس و فرانسه طرفدار مداخله نظامی هن، اما امریکا چندان تمایلی به این موضوع نداره. بنابراین این سه تا کشور بیانیه مشترکی منتشر میکنن که توی اون میگن مصر کنوانسیون 1888 قسطنطنیه رو که میگه کانال سوئز باید یک آبراه بین المللی آزاد باشه نقض کرده. پس این سه تا قدرت از جامعه بین الملل میخوان که توی لندن جمع بشن و از 16 تا 23 آگوست با هم در این مورد مذاکره کنن. 8 کشور امضا کننده کنوانسیون قسطنطنیه به علاوه 16 کشور مرتبط دیگه پیشنهادشون اینه که کانال سوئز توسط جامعه بین الملل اون روز یا همون سازمان ملل امروزی خودمون اداره بشه. ولی جواب جمال عبدالناصر فقط یه چیزه: نه، کانال سوئز ملی و متعلق به مصره. رابرت منزیس، نخست وزیر استرالیا، یادداشت جالبی در این مورد داره که توی اون مینویسه منطق، منفعت شخصی روشنگرانه یا ملاحظات دیگه تأثیری روی ناصر نداره و در واقع ما یه زبون مشترک برای صحبت کردن نداریم. ایالات متحده که هنوز تمایلی به توسل به اقدامات نظامی نداره، پیشنهاد میکنه که مجموعه ای از قوانین توسط اون 8 کشور تدوین بشه. این طوره که دومین کنفرانس در ماه سپتامبر برگزار میشه، اما این بار هم کاری از پیش نمیبرن. با این حال رئیس جمهور آیزنهاور همچنان به راه حل دیپلماتیک امیدواره.
امریکا این مسیر رو ادامه میده، اما بریتانیا و فرانسه حاضر نیستن، منتظر بمونن و راه حل نظامی رو در پیش میگیرن. ایدن مطمئنه که امریکا به اقدام نظامی جمعی میپیونده و یا حداقل ازش حمایت میکنه. کریستیان پینو وزیر امور خارجه فرانسه به آنتونی ایدن و بریتانیا میگه که سلوین لوید وزیر امور خارجه بریتانیا باید اقدام کنه و یه اقدام دو جانبه اونا بهتر از بیعملی و دست دست کردن سه جانبه. اما خب نمیشه با دلایل قانونی به کانال سوئز حمله کرد. افسرای قضایی امپراتوری بریتانیا میگن ما از نظر قانونی برای استفاده از زور درباره کانال سوئز در وضعیت بدی هستیم و کار مصری ها هر چقدر هم غیر قانونی باشه اقدام اجباری از سمت بریتانیا رو توجیه نمی کنه. شاید زدن یه همچین حرفی که دنبال توجیه می گرده تنها ناشی از ترس درباره اقدامات بیشتر و شدیدتر دولت مصر در منطقه سوئز باشه. چیزایی مثل بسته شدن کانال سوئز و جلوگیری قطعی از عبور و مرور کشتی ها. در هر حال کابینه بریتانیا آماده است تا بر سر این مناقشه وارد جنگ بشه. اگه تا اینجای ویدیو همراه من بودین لایکش رو فراموش نکنین و اگه از این دست برنامه ها بهتون میچسبه پس حتما کانال ما رو سابسکرایب کنین. بچه ها اینو هم بهتون بگم، یه مدتیه ما لایک و کامنت کم داریم، این حمایت خیلی مهمه، خیلی مهمه که شما برای ما روی هر ویدیو چند تا کامنت بذارین، حتما لایکش بکنین. با توجه به جمعیتی که توی کانال داریم اونقدری که باید انگار بازخورد نمیاد سمت کانال. ممنون میشم اگر اینو جدی بگیرید، این فاز حمایتی از جو پادکست جدی بگیرید و بیشتر همراهیمون کنید تا ما هم انرژی بیشتری برای ساخت این ویدیوها داشته باشیم. دمتون گرم و بریم به ادامه ماجرا بپردازیم. ولی انگار این جنگ برای فرانسه ضروری تره، چرا که اساساً با دولت ناصر مشکل داره، اونو دشمن ملی میدونه و میخواد که برکنارش کنه. دلیلش هم توی برنامه قبل گفتیم که ناصر از استقلال طلبای الجزایر حمایت میکنه تا از زیر یوغ فرانسه بیان بیرون. نخست وزیر فرانسه گای موله و وزیر امور خارجه کریستیان پینو معتقدن که شکست دادن پروژه کلونل ناصر از پیروزی توی 10 تا نبرد با الجزایر هم مهمتره و پینو وقتی با جان فاستر دالس وزیر امور خارجه امریکا دیدار میکنه میگه طبق موثق ترین منابع اطلاعاتی ما فقط چند هفته وقت داریم تا شمال افریقا رو نجات بدیم. از دست دادن شمال افریقا به معنی از دست دادن افریقای سیاه هم هست و به سرعت کل قلمرو افریقا از کنترل و نفوذ اروپا خارج میشه. همین ماجرا باعث تدوین طرحهایی برای حمله به مصر و برکناری دولت ناصر میشه. ارتش بریتانیا اولین پیشنویس رو برای تهاجم در 2 آگوست ارائه میکنه. طرح دومی به اسم تفنگدار به زودی توسط 3 فرمانده گروه ضربت ارائه میشه که در آغازش خواستار یه حمله آبی خاکی به پورت سعید یا اسکندریه هستند. اما طرح سوم عملیات بازنگری تفنگدار توسط فرمانده کل نیروهای متفقین ژنرال چارلز کیتلی طراحی میشه. توی این طرح سوم اسکندریه کنار گذاشته شده چون ممکنه تلفات غیر نظامی زیادی داشته باشه. به جاش 3 روز عملیات هوایی در نظر گرفته میشه برای خونسا کردن نیروی هوایی مصر. بعد از اونم 7 تا 11 روز صرف حمله به اهداف مهم اقتصادی برای فلج کردن اقتصاد مصر میشه و دیگه اونجاست که متفقین بدون هیچ مخالفتی میرن برای اشغال کانال سوئز. پس همونطوری که میبینید نقشه ها آماده است و فقط مونده یه بهانه برای حمله. تا وقتی که ناصر از مالکیت مصر بر سوئز سوء استفاده نکنه نمیشه بمباران سوئز رو پیش چشم افکار عمومی و مخالفین جنگ توجیه کرد. انگلیسی ها هم که اصلا دلشون نمیخواد که در صحنه بین المللی به عنوان متجاوز شناخته بشن و همچنان تلاش میکنن تا امریکایی ها رو متقاعد کنن که به اونها بپیوندن. یکی از این توطئه ها طرح انباشته کردن یا پایلاپه که انگلیس میخواد طی اون
خلبانهای کانال سوئز پست خودشونو ترک کنن و بعد گروه بزرگی از کشتی‌های باری یهویی وارد کانال بشن و ترافیک سنگین باعث توقف حمل و نقل بشه و همین گره خوردنه زمینه حمله اصلی رو فراهم کنه. اما یه گزینه بهتر هم برای بریتانیا و فرانسه وجود داره. همونطور که توی برنامه قبل گفتیم، اسرائیل به شدت نگران اینه که مصر تبدیل بشه به یه قدرت منطقه‌ای. حالا مصر همونیه که از شبه نظامی‌های عرب فلسطینی که عمدتاً از نوار غزه به اسرائیل حمله می‌کنن حمایت می‌کنه. همونی که کشتی‌های اسرائیلی رو توی تنگه تیران و کانال سوئز محاصره می‌کنه و مدام هم داره از نظر نظامی مجهزتر میشه. همینه. بهترین گزینه برای بریتانیا و فرانسه اینه که اول اسرائیل با مصر وارد جنگ بشه، اما معادلات پیچیده تر از این حرف هست. از یه طرف بریتانیا نگران اسرائیله، چرا که از بعد جنگ 1948 بین اسرائیل و عرب متعهد به محدود کردن حضور نظامی اسرائیل. از طرف دیگه اردن که همسایه اسرائیلی هاست متحد بریتانیا هم هست و در صورت حمله اسرائیل به اردن بریتانیا موظفه از اردنی ها حمایت کنه. اما مهمتر از همه اینا نفوذ انگلیس توی خاورمیانه است که از طریق پیمان بغداد و تجارت نفت گره خورده به کشورهای عربی. از اون طرف اسرائیل به بریتانیا بی‌اعتماده. دیوید بنگوریون نخست وزیر اسرائیل توی دفتر خاطراتش تو تاریخ 17 اکتبر می نویسه: من تصور می کنم نقشه بریتانیا اینه که ما رو با ناصر درگیر کنه و اردن رو هم از طریق عراقی ها اشغال کنه. درگیری های اوایل اکتبر اردن و اسرائیل حتی بریتانیا و اسرائیل رو در آستانه جنگ با هم دیگه قرار میده. اما خب توی نقاط مختلف تاریخ دیدیم که وجود یه دشمن مشترک باعث شده که کشورها اختلافات خودشونو بذارن کنار. حالا وقتشه که بریم سراغ نقشه مخفی. گای موله نخست وزیر فرانسه، آنتونی ادن نخست وزیر انگلیس و دیوید بنگوریون نخست وزیر اسرائیل توی پاریس با هم ملاقات میکنند. ایده بریتانیا و فرانسه اینه که اسرائیل توی صحرای سینا با مصر وارد جنگ بشه و بعدش فرانسه و بریتانیا بیان وسط و از دو طرف درگیری بخوان که جنگ و متوقف و از مجاورت کانال خروج کنند. حالا اگه هر کدوم از دو طرف از این خواسته خودداری کرد، نیروهای انگلیسی فرانسوی به عنوان نیروهای صلح طلب مداخله نظامی میکنن. بنگوریون که از قبل میدونسته چه خبره مخالفت میکنه، اما فرانسوی ها که مایل به حرکت سریع و تهاجمی هن یه جلسه جدید رو ترتیب میدن تا همه بیعتمادی ها و خواسته های اسرائیل رفع و رجوع بشه. در 22 اکتبر 1956 نماینده های سه کشور مذاکرات خودشونو در شهر سو شروع میکنن و بنگوریون از طرح بزرگ خودش برای خاورمیانه رونمایی میکنه. بنگوریون توی خاطراتش در 24 اکتبر می نویسه: من فکر می کنم ما باید این عملیات رو انجام بدیم. این یه فرصت منحصر به فرده که دو قدرت نچندان کوچک تلاش می کنن تا ناصر رو سرنگون کنن و ما در مقابل اون تنها نیستیم. اون اهداف جنگ فوری اسرائیل با مصر رو اینجوری تعریف می کنه: الحاق کل منطقه شرق محور العریش تا شرم الشیخ به منظور تضمین دائمی آزادی دریانوردی در تنگه تیران و جلوگیری از خطر ناشی از پایگاه‌های ارتش مصر توی شبه جزیره سینا و همینطور غزه. انگلیس و فرانسه باید از این اهداف اسرائیل حمایت کنند و یا لااقل باهاش مخالفت نکنند تا پیروزی حاصل بشه. نگرانی بریتانیا اینه که بعد از این اقدام خود اسرائیل تبدیل بشه به یه تهدید برای امنیت کانال سوئز. به هر حال اگه توافق بین سه تا کشور حاصل بشه، اسرائیل آماده است که در 29 آگوست حمله‌ای گسترده رو رقم بزنه. اسم حمله به شبه جزیره سینا هم آماده است: عملیات کادش. فرمانده نیروهای دفاعی اسرائیل IDF هم موشه دایانه که نبردهای زمینی و هوایی رو هماهنگ میکنه.
قراره که اول چتربازها گذرگاه میتلا در نزدیکی سوئز رو به کمک تیپ 202 چتر‌باز به فرماندهی سرهنگ آریل شارون تصرف کنن. این حرکت قراره که صحرای سینا رو به دو نیم و خطوط تأمین و تقویت مصر رو مختل کنه. بخش بعدی این طرح اینه که انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها از دو طرف جنگ درخواست کنند تا بعد از گذشت 12 ساعت از نبرد به جنگ خودشون پایان بدن. از اسرائیل و مصر خواسته میشه تا نیروهای خودشون رو تا بیش از 10 مایلی کانال سوئز عقب ببرن. بعدش از مصر خواسته میشه تا اجازه تصرف موقت مواضع کلیدی کانال رو به بریتانیا و فرانسه بده. از مصر انتظار نمیره که توی این نقطه پذیرای این پیشنهاد باشه و همین میتونه باعث اتحاد سه کشور اسرائیل، بریتانیا و فرانسه علیه مصر بشه. نقشه خوبی به نظر میرسه، چرا که با توجه به اون بازنگری که اسمش عملیات بازنگری تفنگدار بود، 48 ساعت بعد از عدم پذیرش مصر 45,000 سرباز بریتانیایی، 34,000 فرانسوی، نزدیک به 250 کشتی جنگی از جمله 7 ناو هواپیمابر و هزاران وسیله نقلیه توی کانال سوئز مستقر میشن. بازنگری تفنگدار با حملات هوایی متفقین به فرودگاه‌های مصر شروع میشه. بعد به پورت سعید از دریا و آسمون حمله میکنن و هنگ چتر نجات گردان سوم بریتانیا رو به سمت غرب پورت سعید میفرستن تا فرودگاه الگمیل رو تصرف کنن. به طور همزمان قراره که چتربازهای فرانسوی هم برای تصرف پورت فواد به پرواز در بیان تا نیروهای کمکی و تجهیزات سنگین بتونن وارد کارزار بشن. فشار زرهی هم از طریق تانک‌های AMX-13 فرانسوی‌ها و سنتریون 4 بریتانیایی‌ها در جنوب کانال به طرف اسماعیلیه انجام میشه که از این نقطه حمله به سمت جنوب غربی تغییر جهت پیدا می‌کنه و میره تا پایتخت مصر قاهره رو تصرف کنه. باقی ماجرا هم که معلومه، جمال عبدالناصر برکنار میشه و دولت جدیدی روی کار میاد و آنتونی ادن هم این راز و نقشه مخفی رو انکار میکنه تا دنیا بویی از اتحاد انگلیس علیه متحدای عرب خودش نبره. خب یه دقیقه صبر کنیم، فراموش نکنیم که هر چی تا اینجا گفتیم فقط و فقط یه نقشه است، یه نقشه که بی نقص به نظر میرسه. اما از کجا معلوم که مصر عقب نشینی کنه؟ از کجا معلوم که با تمام تجهیزاتی که از شوروی خریده و با توجه به عزم راسخ ناصر برای ملی کردن کانال سوئز، مصر جلوی هر ستاشون در نیاد؟ حالا اگه میخواید بدونید که ماجرای اجرای این نقشه مخفی چطور پیش میره و نتیجه این تبانی گسترده چیه، حتما ویدیوی بعدی بحران سوئز رو با ژو پادکست دنبال کنید. این پایان برنامه دوم از مجموعه بحران سوئز در سال 1956 و ممنون که تا پایان این برنامه هم با من بودید. با ژو پادکست تاریخ رو ببینیم و بشنویم.